هر عدد سعی میتوان به جای M در نابرابری مقابل قرار داد. خب نگاه کن، بهت یه نامعادله داده، میگه امت میشه چند تا. سوال اینه چند تا گزینه داریم برای ام، نمیگه امو چند بذاریم. اینجا نماد علمیه، اینم نماد علمیه. خب بیا اینم نماد علمیش بکنیم. نماد علمی یعنی عددت باید بین 1 تا 10 باشه. ممیزه تو یه دونه ببر جلو میشه 3، چون یه دونه بردی جلو لجبازی میکنه میگه 10 به توان منفی 1 میارم کنار، یه 10 به توان منفی 4 هم داری که در نهایت میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 5. اوکی، خب اینجا داری 2/7 ضرب در 10 به توان ام، و اینجا هم داری 5 ضرب در 10 به توان منفی 1. همه اینا نماد علمیه، این دوتا، این ستا، این هر ستاشون نماد علمیه. خب وقتی تو میگی ام رو میخوام چی بذارم، اتفاقی که میفته میای میگی خب الان مگه من اگه ام رو بذارم منفی 1، آیا 2/7 ضرب در 10 به توان منفی 1 از این کوچیکتره؟ بله، 10 به توان منفی 1 با 10 به توان منفی 1 یکی، اما 2/7 از 5 کوچیک‌تره، پس منفی 1 میتونم بذارم. ببینم از این بزرگتره اصلا، این چون 10 به توان منفی 5، این 10 به توان منفی 1، هر عددی که باشه اینجا چون نماد علمیه خیالمون راحته، اینجا 10 به توان منفی 1 زورش بیشتره، پس این عددت بزرگتره، پس منفی 1 میتونم بذارم. منفی 2 چی؟ آره، چون از این کوچیک‌تره از این بزرگتره. منفی 3 از این کوچیک‌تره از این بزرگتره. منفی 4 از این کوچیک‌تر از این بزرگتره. یعنی 4 عبارت میتونم بذارم. یادت باشه اولین نکتهش اینه که هر سه تاش نماد علمی باشه که چی بشه، خیالت راحت باشه واسه مقایسه. چرا؟ چون وقتی میخوای مقایسه کنی نماد علمی نوشتی، خیالت راحت اینا بین 1 تا 10 بین 1 تا 10 بین 1 تا 10، یعنی این قسمت عددش اینجا 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 خیلی زور نداره. زور اصلیش کجاست؟ این 10 به توان است، اینجاست که حرف میزنه. این 10 به توان منفی 1، اما این خیلی کوچیکه، 10 به توان منفی 5 اینجاست که بنابراین اینجا میتونی منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 بذاری. ولی اینجا سختی کارت رو منفی 1، چون این دوتا یکیه، اون وقت میبینی این 5 این 2/7 پس میشه گذاشت. 4 تا عبارت 4 تا عدد میتونی بذاری، پس جواب میشه گزینه شماره 4.